آی منذری که داره میگه که عفو بخوره ایشون از قطرها اطلاع داره یا نداره، اینو من یه فرازی از آی منذری باز بخونم از خود خاطرات آی منذری، خیلی مهمه. میگه هنگام قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی من در زندان اوین بودم و آنچه را که من در زندان شنیدم این بود که آقای شمس‌آبادی تبلیغات زیادی علیه مرحوم امام و شهید جاوید و چند نفر یه انجام میدهد و ایادی ساواک هم به آن دامن می‌زدند و این کار در نجف‌آباد و قحطالیجان زیاد انجام می‌شد. قحطالیجان از نظر جمعیت مانند یک شهر است و دارای دو محله می‌باشد و بین دو محله از قدیم رقابت‌ها وجود داشته. محله آسد مهدی و آسد مهدی نوعاً طرفدار انقلاب و مرحوم امام بودند و محله دیگر نوعاً مقلد آیت الله خویی بودند و در آن محله معمولاً مرحوم شمس‌آبادی را دعوت می‌کردند و ایشان راجع به کتاب شهید جاوید و مؤلف آن تقریض نویسندگان که یاران مرحوم امام بودند تبلیغات سوء می‌کرد و مبلغین ایرانیز در این زمینه به آنجا می‌فرستاد و طبعاً یک جو متشنج ایجاد شده بود و بچه‌های انقلابی تون خواسته بودند او را گوشمالی دهند و بترسانند، ولی برخلاف میلشان به قتل رسیده بود. این آی منذری حرفای توجیه مهدی هاشمی رو که رفتن حالا پیجیشون گفتن که ما حالا نمیخواستیم بکشیم، یه مقداری مثلا سفتر تناوب دور گردنشون پیچیدیم، حالا اینو آی منذری به عنوان استدلال میگه که حالا نمیخواستم بکشن، حالا فرض کنید اصلا نمیخواستم بکشن اما کشتن. دقت کنید و آی منذری اطلاع داره، ضمن اینکه اینا همش خلاف واقع. بعدها که ما پرونده ساواک آیت الله شمس‌آبادی دیدیم که ایشون کسانی که مقلد امامن به ایشون وجوه شرعیشون میدادن، ایشون به امام برای امام چیه میفرسته و ساواک گزارش میده که آیت شمس‌آبادی چیه، ما مطلع شدیم که وجوهات امام رو هم جمع‌آوری میکنه و برای امام میفرسته. حالا اصلا فرض کنید طرفدار آقای خویی است، کسی که او رو کشته باشه قطعا باید اعدام بشه از نظر اسلامی. در یه جایی میگه آقای منذری میگه حالا قتل انجام بده، بعد قتل باید شاکی خصوصی داشته باشه، میخواید رسیدگی کنید به ایشون. آقای منذری میگه که یعنی دیگه میفته آقای منذری در توجیهاتی که اثر فقهی هیچ مبنا نداره. یعنی اگر یک کسی رو شما کشتید که نه پدر داشته باشه نه برادر داشته باشه نه خواهر داشته باشه، یک کسی رو کشتید شاکی خصوصی نداشت، طبعا نباید محاکمه بشه تو این قضیه. این فراز هست که آقای منذری تقریبا همکاری مهدی هاشمی با ساواک هم قبل از انقلاب چیه اطلاع داره، این خیلی مهمه. البته این کار درستی نبود، یعنی در مورد کشتن شمس‌آبادی میگه، ولی بالاخره این اتفاق افتاده بود. بعد سید مهدی را با بعضی از افراد دیگر بازداشت کرده بودند. حالا بعضی افراد میگویند که آن مدتی که در زندان بوده به ساواک قول همکاری داده بود، ولی من بعید به این آقای منذری اینجا هم با علم ولی سعی میکنه ایشون عبور کنه، ولی من بعید میدانم که ساواکی شده بود. قول همکاری رو قطعا آقای منذری رد نمیکنه، ولی ساواکی شدنش هم چیه با جمله بعید بدانم رد میشه ازش. اینا رو دارم توضیح میدم که ببینم آقای منذری چه کسی رو بر چه کسی ترجیح داد. خیلی مهمه، این تاریخ عبرت آموز برای ما. آقای منذری موقع است واقعا اون جملاتی که میگه ایشون از همه با تقوا تره، اینو واقعا در مورد مهدی هاشمی معتقده. اینجا اصلا چنین چیزی معتقد نیست، میگه که کشته آدم کشته، میگه که به ساواک قول همکاری داده، ولی بعید بدونم ساواکی شده باشه، در حالی که ساواکی شده بود مهدی هاشمی.